با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ درگیری ها در سودان و کودتا، اجازه بدین یه نمونه تناقض وطن فروشی به علاوه مزدور بودن رو بهتون نشون بدم. چیزی که وزیر خارجه گفت در مقابل چیزی که بی بی سی منتشر کرده و تیتر کرده. آقای سامان ماهور در توییت نوشته اون چیزی که وزیر خارجه گفت در اسلام هیچ گونه ممنوعیتی برای تحصیل و اشتغال بانوان وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد که تحصیل دختران و زنان یک ضرورت اسلامی و انسانی است. اما چیزی که رسانه همیشه حق و در صحنه بی بی سی تیتر کرده، نگرانی های طالبان رو درک میکنیم. آیا واقعا لازمه بازم از نون تو خون مردم زدن و کاسبی با تحریک احساسات مردم براتون بگم؟ خب حالا بریم یه نگاه مختصر مفیدی داشته باشیم به درگیری ها در سودان که حسابی هم به نظر میاد جدی شده. آدم یاد فیلم های هالیوودی میفته. خب باید بگم که درگیری ها صبح روز گذشته در خارتوم از مقر نیروهای واکنش سری در شرق پایتخت شروع شد و صدای غرش سلاح های سنگین به گوش رسید. این درگیری گسترش پیدا کرد و به مقر فرماندهی ارتش و اطراف فرودگاه خارتوم هم کشیده شد و نیروهای واکنش سری به فرماندهی سرلشکر محمد همدان چند پل مهم بر روی رودخانه نیل رو بستن تا غرب خارتوم که مقر فرماندهی ارتش و کاخ ریاست جمهوری است رو از منطقه شرق یا مقر فرماندهی نیروهای واکنش سری جدا کنند. این دو تا کلیپ کوتاه رو از سودان ببینید، بعد بریم ببینیم داستان این قضیه اصلا از کجا شروع شده. خب دوستان، این درگیری ها در حالی شروع شد که میانجگران داخلی روز قبلتر یعنی جمعه با فرمانده نیروهای واکنش سری دیدار و صحبت کرده بودند. این میانجگران به رسانه های سودانی گفته بودند که سرلشکر محمد همدان معروف به حمیدتی آمادگی داره بدون هیچ گونه قید و شرطی با ژنرال عبدالفتاح برهان فرمانده ارتش و رئیس شورای حاکمیتی سودان دیدار و درباره حل و فصل اختلاف به وجود اومده با او به گفتگو بنشیند. اختلاف بین ژنرال برهان و سرلشکر حمیدتی از زمانی علنی شد که گروه‌های سیاسی با نظامیان به رهبری ژنرال برهان توافقنامه سیاسی موسوم به توافقنامه چارچوب را امضا کردند. بر اساس این توافقنامه نظامیان صحنه سیاست را ترک و قدرت را به یک دولت مدنی واگذار خواهند کرد. همچنین تمام گروه‌های مسلح از جمله نیروهای واکنش سری در ارتش ادغام می‌شوند و ارتش ملی و حرفه‌ای سودان تشکیل و تحت نظر دولت مدنی فعالیت می‌کند و ساختار نظامی و امنیتی سودان اصلاح خواهد شد. توافقنامه سیاسی چارچوب در پاییز گذشته به امضای احزاب سیاسی و نظامیان سودانی رسید و ژنرال برهان و سرلشکر حمیدتی از روند سیاسی واسه پایان دادن به بحران داخلی سودان حمایت کردند و قرار شد که بعد از بحث و بررسی درباره اصلاح ساختار نظامی و امنیتی، چگونگی تشکیل دولت مدنی در دوره انتقالی و مدت اون، مرحله نهایی این توافقنامه با حضور بازیگرای داخلی و نمایندگان مجامع بین المللی و کشورهای منطقه امضا بشه. اما این توافقنامه به دلیل تداوم اختلاف فرمانده ارتش با فرمانده نیروهای واکنش سری تا حالا امضا نشده. این اختلاف ها سبب شد که ژنرال برهان به عنوان رئیس شورای حاکمیتی سودان سرلشکر حمیدتی رو از پرونده مذاکرات صلح ابوجا کنار بزنه و اختیاراتش رو کاهش بده. سرلشکر حمیدتی هم نیروهای واکنش سری رو مجبور کرد که از مناطق مرزی با آفریقای مرکزی عقب نشینی کنند. در همین حال در رسانه‌های سودانی اخباری مبنی بر عبور مزدوران از مرز سودان با هدف برهم زدن ثبات آفریقای مرکزی منتشر شد و نیروهای واکنش سری به بهره برداری از معادن طلا در مناطق مرزی با آفریقای مرکزی متهم شدند. خب با اوج گرفتن اختلافات این دو تا فرمانده، شماری از سیاستمداران سودانی احتمال بروز جنگ بین ارتش و نیروهای واکنش سری رو مطرح کردند. تو این شرایط امارات واسه میانجیگری بین ژنرال برهان
و سرلشکر حمیدتی ازشون دعوت کرده که به ابوظبی سفر کنن. بعد از این سفر بود که سرلشکر حمیدتی گفت درگیری میان ارتش و نیروهای واکنش سریع محال هست. اما خب به رغم تلاش‌های داخلی و خارجی واسه پایان دادن به اختلافات این دو فرمانده نظامی، اختلافاتشون همچنان ادامه پیدا کرد و بر اساس گزارش رسانه‌های سودانی اختلافات بیشتر در خصوص مدت ادغام گروه‌های مسلح در ارتش که 5 تا 7 سال هست و انتقال جنگ افزارها به ارتش، تقسیم مناصب نظامی، چگونگی تعامل با دولت غیر نظامی خارتوم، روابط با برخی از کشورهای همجوار و موارد دیگه هست. به هر حال درگیری نظامی بین ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان اتفاق افتاده و هر کدوم طرف مقابل رو به شروع این درگیری متهم میکنن. اما چیزی که در میدان عمل به وقوع پیوسته، ارزیابی اولیه ی هر یک از طرف‌های درگیر از توانمندی‌های سیاسی نظامی طرف مقابل بود. هرچند که شعله ور شدن یک جنگ داخلی فراگیر در سودان با توجه به واکنش یک سری از حامیان درجه یک صلح و صاحبان درخت صلح چندان بعید و دور از ذهن هم نیست، ولی با وجود این باید منتظر بمونیم و ببینیم که سیاستمدارا و نظامیان سودانی چه سرنوشتی رو واسه کشورشون رقم خواهند زد. خب این بود تمام ماجرا و زیر و بم و جزئیات درگیری ها در سودان. اما حالا و در ادامه اولین کلیپ رو ببینین. 130 نماینده امریکا به اتحادیه اروپا نامه نوشتن برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا. نظر شما در مورد این موضوع چیه و فکر میکنید که چرا تا این لحظه پارلمان اروپا این رو نپذیرفته؟ اولا باید از این نماینده ها پرسید که شما که سپاه را روی لیست تروریست گذاشتید چه غلطی کردید؟ شما از شما که ایران را روی لیست گذاشتید چی کار کردید که حالا از اروپا میخواید ایران را روی لیست بذاره؟ اهمیتی نداره. متاسفانه اینا کسانی هستند که سر مردم خودشون هم کلا میذارن. کنگره امریکا حتی 20% به اصطلاح مشروعیت از طرف مردم امریکا رو نداره. یعنی تا 20% مردم امریکا فکر نمی کنن این کنگره نماینده شده. خب همطور که مشاهده کردین آقای هوشنگ امیراحمدی خیلی صریح و شفاف اروپا و اون عده‌ای که دنبال روی کدخدای جلی هستن رو شست و پهن کرد. واقعا این سوالیه که منم دائما از اون جماعت میپرسم که آقا اربابتون که این کارو کرد چی شد؟ کجای دنیا رو به هم ریخت که الان داره التماس اروپا رو میکنه؟ حالا بریم ادامه صحبت‌ها رو بشنویم. بنابراین این داستان این یه بازیه، یه بازیه، اینا رو زیاد جدی نگیر. یاد اروپایی هم این روزا خیلی محتاطن، میدونن که نباید همیشه بازیه تو بازی‌های امریکا وارد شن. تو بازی امریکا در اوکراین وارد شدن، الان دارن هزینه‌شو میپردازن و یواش یواش بعضی از کشورهای اروپایی دوریالیشون الان افتاده که ایدادی میداد. بازی که امریکا داره راه میندازه در جهان و داره اروپا را مشغول اون میکنه و درگیریش میکنه، بسیار برای آینده اروپا خطرناکه. مخالفین جمهوری اسلامی چون یه عده کوتوله نادانن، اینا رو نمیفهمن، فکر میکنن حالا برن مثلا برن دنبال این که سپاه را تروریست بکنن دنیا به هم میریزه. نه، این چیزی تصادفاً این ریشه به تیشه، تیشه به ریشه خودشونه. یعنی تو تاریخ ها که نگاه کنی تمام این کشورهایی که دیکتاتورهایی که باش امریکا به اروپا رابطه نداشتن، مخصوصا امریکا، سر کار موندن. شاه که با امریکا بهترین رابطه رو داشت خیلی آسون سرنگون شد، تا جمهوری اسلامی که با امریکا رابطه نداره. خیلی ساده است، این 2 ضرب 2 = 4. حالا یه عده کوتوله خودشون رو رهبر میدونن، نمیفهمن این ابتدایی ترین مسائل و درک ها رو. خب دیگه نمیفهمن دیگه. خب دیگه به نظرم اصلا نیازی به توضیح نداره. اما همزمان با این اتفاقات دوستان و همکاران یک کلیپ جالب توجه براتون آماده کردن در مورد گستاخی‌های باکو، البته با پشتوانه یه عده گستاختر. به گفته دکتر حسین احمدی، مدیر گروه مطالعات سیاست خارجی پژوهشکده تاریخ معاصر ایران، ترکیه و آذربایجان آماده شروع یه جنگ گسترده در بهار 1402 علیه ارمنستان و طبعا ایران شده بودند که به دلیل زلزله ترکیه به تعویق افتاد، که خیلی از کارشناسا هم همینو اون موقع میگفتن. در حال چوب خدا صدا نداره. همون موقع هم خیلی ها میگفتن هدف آنکارا و باکو اشغال جنوب ارمنستان و استقرار گسترده تکفیری ها در مرز ایران با حمایت ناتو هست. بریم این کلیپ رو در همین راستا با هم دیگه ببینیم. من فکر میکنم اگر زلزله ترکیه نبود ما متاسفیم به خاطر زلزله.
برای مردم. اگر زلزله ترکیه نبود ما حداکثر در انتهای بهار امسال جنگ داشت. به گمان من، پیشبینی من، امیدوارم پیشبینی های من غلط درات، چون جنگ ما دوست نداریم. ولی اگر آذربایجان بار دیگر از منطقه جرموک وارد ارمنستان بشه و اگر ترکیه از این ور حرکت بکنه، استان سیونیک رو تصرف بکنن، ارمنی و ارمنستان به شدت تضعیف شده نابود خواهد شد. یک، در درجه اول. دو، چون تضعیف شد دیگه. ببین، کسی در دنیای بین الملل از ارمنی و ارمنستان حمایت نکرد. کسی حمایت کرد؟ حمایت های عملی کی انجام داد؟ عملیاتی کی انجام داد؟ در نتیجه ما اگر این اتفاق بیفته، پیشبینی ما اینه که این اتفاق میفته. پیشبینی من اینه که 1402 اگر حد اکثری وارد 1403 بشیم و دیگه به زمستونش نمیکشه، ما جنگی در این منطقه به وجود خواهد اومد. لزوم هماهنگی بیشتر میان ارمنستان و ایران، یک همین اتفاقاتی که خوشیومنه. ما مملکت من 8000 سال تاریخ ایران رو با این بیسوادیم دیدم، بحران محوریم. باید بحران پیش بیاد، فکر کنیم که چجوری بحران رو رفع بکنیم. من اینجوری دیدم و بحرانی حالا پیش اومده، ما تازه به این فکر گفتیم چیکار بکنیم. این چیکار بکنیم؟ لزوم هماهنگی بیشتر میان ایران و ارمنستان ضرورت داره و این باید از این شکل ببخشید سمیناری و چیزایی که امثال هم هست خارج بشه، وارد فضای گسترده تری بشه. جمهوری اسلامی ایران این ظرفیت را داره که اجازه نده که در جنوب ارمنستان سلفی ها و تکفیری های مستقر بشن که جمهوری ترک زنگزورش رو هم با رئیس جمهورش تو ترکیه افتتاح شد و بعد رئیس جمهورش مشخص کردن، بعد سلفی تکفیری که ما هیچ سنخیتی باش نداریم، بعد اینو بیان اونجا مستقر کنند، بعد عضو ناتو بشه، بعد شما بخوای بهش حمله کنی بشه با بند پنجم ناتو مواجه بشید، داله بر این که به یک کشور عضو ناتو حمله کردید. اما در جواب باکو و امثال باکو، این ویدیو رو با یک کلیپ ناب از تصاویر دیدنی و کمتر دیده شده از اقتدار سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به پایان می‌رسونیم.
خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه دوستان عزیز و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.